بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بمجرد که دیدن که عصای موسی عصای خود انداخت، یک دفعه تبدیل به یک مار بزرگ شد و امر بلعید، هیچی نماند. اینا فهمیدن که نه، این ای جادو نمی کنه. اگر جادو می بود جادوهای ما خیلی قوی بود. نه دروغ، این ای فوقیه، ای واقعیت داره. اونا می فهمیدن جادوگرا که اون از موسی جادو نیه، واقعیت داره. ببین شرف امام، یک نکته دیگه که الان پیش از اینکه حیات صحبت کنم، من میخوام هدف دارم، من میخوام هدف خود بیان کنم، هدفی که به زندگانی امروزی ما مربوط میشه. خیلی اوقات میشه ما واقعیت ها را میفهمیم، قبول نمی کنیم، لجبازی می کنیم. زن با شوهر لجبازی میکنه، میدانه که واقعیت چیه. مرد با زن لجبازی میکنه، میدانه که زورگویی میکنه. خیلی کار بده. ای با انسانیت یک انسان سازگار نیه که آدم حق بدانه و با لجبازی او قبول نکنه. هم دنیای انسان خراب میشه، هم آخرت انسان. انسانیت انسان در گروه امیه که حق قبول کنه. شما قرآن نگاه کنین، موجم الآیات نگاه کنین، شاید از 50 مرتبه بیشتر کلمه حق در قرآن آمده که به حق تسلیم باشین. خیلی خوب چیز انسان، انسانیت انسان به این بیمه میشه که آدم پیرو حق باشه. ممکنه یک موقع امی کلمه حق از زن خود بشنوی، تکبر نکو، زنت فهمیده تو نفهمیدی، پیروی کو دیگه، قبول کو. ممکنه از پسر و دخترش بشنوی حق، تکبر نکو که اینا مر نصیحت میکنه، قبول کو، تشکر روی دختر خود ابو بوس، روی پسر خود ابو بوس، و عرف خوبی گفتی، مرا نصیحت کردی. یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد. خوبه دیگه، آدم از یک نفر از بیگانه میشنوه، از خود کوچکتر میشنوه، آدم باید قبول کنه. ما کاریم همیه که من نصیحت میکنم، ما سیستمم سفید شده و به اصطلاح طلبه ایم، حالا یک نفر دیگه مر نصیحت میکنه، برو تو مر نصیحت میکنی، من خودم میفهمم. این تکبره. وقتی عرفش گوش کو، با خودش چکار داری، با خود چکار داری که تو از او بزرگتری یا تو ملای اونیه. حرفش گوش کو، اگر حرفش به عقلت برابر آمد حق بود، قبول کو، تشکر کو. بعض اوقات یک نفر به آدم یک دانه میوه میده، یک دانه سیب میده، نگیم تشکر. ولی از 50 کیلو سیب که به تحفه بده یا انار، این مهمتره که یک عرف حق بد بگویه. یک عرف حق بعضی اوقات سرنوشت انسان تغییر میده. آدم باید گوش کنه. این جادوگرا همه طوره. اینا واقعا این تعجب آور باور کردنی نیه. ولی قرآن حکایت میکنه، ما به قرآن ایمان داریم. اینا عمرشان به جادوگری گذاشته، نه پیغمبر دیدن، نه از دین چیزی شنیدن. معرفت خدا فطریه، معرفت پیغمبر که دینی فطری که نیه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. معرفت شناخت خدا در فطرت آدمی است، اما شناخت انبیا نیه. شناخت عمل کردن به شریعت ای در فطرت آدم نیه، ای را عقل ما میگه. اینا عمرشان به جادوگری گذاشته، از مردم پول گرفتن، بی آر بودن، بی ارزه، این جیبیشینه کاری بکن، اون جیه کاری کن، از مردم پول گرفته.
الان مینا آمدن فرعونم بینا گفته که به شما خیلی ما انکم لمن المقربین، اگر موسی را شکست بدین شما از مقربین ما میشین، جادوگر قصر سلطنتی میشین، نه نشان بروغن چرب میشد. ولی امی که حس کردن که موسی بر حقه، ای جادوگر، ای مثل ما جادوگر نیه، ای اصای زی اما جادوار برد فهمیدن، معطل نکردن که دیگه مغالطه کنن، آبروی خفز کنن پیش مردم، با موسی دروغ ببندن، داد و فغان کنن که باش که فرعون خوشحال شوه. با ای چوج امی که فهمیدن که ای قدرت زی فوق قدرت مایه، فهمیدن که از طرف خدایه، خدا انداختن. این نمیگه که آیسته آیسته سجده کردن، او قدر جذب شدن به حقیقت. خیلی این جادوگر باشه، فطرت اینا پاک بوده، اینا هدایت نشده بودن. خیلی مردم هستن که دین ندارن ولی فطرتشان سالمه، اگر بشن تبلیغ بشه زود قبول میکنه. مردمی که مسلمانن، از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده، همه تو افراد هم هستن که اگر الان اونا رو به دوزخ و بهشت ببرن که ببینن ایمان نمیارن، فطرتشان فاسد شده، وجدانشان آلوده شده به فسق و فجور، اونا دیگه اصلاح نمیشه. اینا خیلی مردم پاکی بودن، فاولقیه انداخته شدن، افتادن به زمین سجده کردن. مثل که یک نفر تیله بدی که ای به زمین بخوره، می تو خود انداختن. یک نفر به اراده خود میشینه، یک نفر تو به زور خود تکان میدی، فشار میاری که او به زمین بفته، او زودتر میفته، فشار توه. آیه نمیگه که فسجدو فاولقی از سحرت و ساجدین، افتادن به زمین، افتاد. مثل که امو حقانیت موسی اینا را انداخت، همو اعتقادی که اینا پیدا کردن که اینا از طرف خدایه، ای کار کار معمولی و جادو و سیر نیه، یک واقعیت الهیه. مثل که اونمو اینا را انداختن به زمین، انداخته شدن به زمین ساجدین، سجده کردن. سجده بالاترین مظهر عبودیت در مقابل ربوبیت. ما هزار سال سجده کنیم، ملائکه ها شاید هر کدام شاید هزار سال سجده کنه، برای خدا هیچ فایده نداره. نسبت به خدا اگر این نماز خدا، روزی خدا، زکات خدا، خمس خدا، حج خدا حساب کنیم، هیچ ارزش نداره. نه خدا محتاج ما است. اگر تمام همی دنیا مسلمان شوند اما هم عابد شوند، برای خدا هیچ فایده نداره. ولی برای خود انسان سجده کردن اما آخرین درجه عبودیت در برابر ربوبیت، اینا از امو استفاده کردن، بالاترین مراتب تواضع خود به خدا اعلام کردن. تسلیم شدن فرق میکنه. یک نفر میای به تو میگه که من اشتباه کردم، او کاری که دیروز ما گفتم معلوم بود که معرفه ما باطل بود، ما بعد فهمیدم، مر ببخش. خب اینم یک تسلیمیه. یک کیمیایه میگه من اشتباه کردم، دست تور میبوسه، این غیر از او اولیه. اینا عموم آخرین مراتب خشوع و خضوع را به جا آوردن. اشتباه خود به چه قسم جبران میکنن؟ به سرعت خود به زمین مندازن و سجده میکنن. فاولقی از سحرت و ساجدین، به خدا برمیگردن. اونم این سجده معمولی نبود. من فکر میکنم من نبودم اونجا، تاریخم نداره که استار بگم تاریخ گفته. این حدس میه، تحلیل میه که امی سجده کردن اینها به نبوت و ترویج نبوت موسی علیه السلام خیلی تاثیر کرد. مردم دیدن که اونا سجده میکنن. حالا فرعون ناراحت شده، او ناراحت شده، مهم نیه، مردم که میبینن. شکست خورد فرعون،
این سجده اینا بزرگترین شکست فرعون بود. اینا را فرعون جمع کرده بود، وعده هم به اینا داده بود. وقتی که مردم نگاه میکنن اونا هم ایمان میارن، اما قدری که خدا به اونایی که همون روز ایمان آورده به اونا ثواب میده، به اینا هم که ثواب میده به اینا بیشتر میده، به این جادوگرایی که سجده کردن بیشتر میده. او جدا، او حرف کار خودشانه که سجده کردن، در مقابل حق تکبر نکردن، خود به زمین انداختن. اما امو قدری که این هم به خاطر سجده و تسلیمی و عدم لجبازی نکردن هینا و تسلیم جادوگرا اونا ایمان آوردن، امو قدری که خدا به اینا ثواب میده، امو مقدارم به اینا میده. اینا سبب شدن، این تسلیم اینها و لجبازی نکردن اینا سبب شد که تماشاچی ها مسلمان شوند. مسلمان یعنی به دین اسلامی که او زمان بود. هر کس که کار خیر میکنه و دیگرها پیروی میکنه، همون قدر که اونا ثواب میبره ایم میبره. شما یک مسجد درست میکنن، 10,000 نفر بینش نماز میخوانن، 100,000 نفر در طول تاریخ بینش نماز میخوانن، با اونام خدا ثواب میده. ولی با همون مقداری که با اونا میده، تو کل مرده باشی به قبرت میای. اگر فایش خانه درست شوه، اگر نمیدانم که عیاشی خانه درست شوه، کارای بد شوه، برای گمراهی مردم باشه، مردم بی دین کنن، که الان یک عده بی دین ها همی کار میکنن، جوانا را در پوانتون و در مدرسه در مکتب و اینجا بی دین میکنن. اما قدر او گناهی که او میکنه، کفر که داره، اما قدرم به گمراه کننده میده. یک چرا ایر گمراه کردی؟ اگر به او ده درجه عقاب داد به این میده، غیر از عمل خودش که به او میده، از عملای او هم به این میده. چون ای فعل اینا مستند به او میشه. این خیلی خوبه، ما باید یاد بگیریم. قرآن میخوانیم، باید یاد بگیریم. من خیلی ناراحت میشم که یک وقت من یک کار اشتباهی کنم، یک آدم بیایه، یکی از که برای من کار میکنه، کار خانه میکنه، بگه تو اشتباه کردی. مجبور میشم که از خود دفاع کنم. کار خیلی زشتیه. انسانیت آدم ناقص میشه. که فهمیدی حرف خوب میگه. این قاعده کلی شد که در یک روایته که از علی نقل شده این همیه. میگه انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. به سوی گوینده نگاه نکو، به سوی قول نگاه کن. اگر قولش خوب بود بگیر، او هر کس که هست، از تو پایین تره، کوچکه، فقیره، به اونا نگاه نکو، حرفش قبول کن که درست بود. یعنی تو آدم قول میبینه. یک دفعه اینا تسلیم شدن، این تسلیمش مجانی نبود. او جادوگرا میدانست که تمام وعده‌ای که فرعون به ما دادن اتونیه که اونا احمق بودن، نمیفهمیدن. نه میفهمیدن. تمام وعده هایی که فرعون به ما داده بود، نان ای جادوگرا به روغن چرب میشد، تنخواه به اینا بعد داده میشد، اینا به عنوان قهرمان ها، قهرمان های جادوگرا مشهور میشدن، مردم به اینا برای جادوگری زیاد مراجعه میکردن، دکانهایشان خوب گرم میشد، شغلشان برام میافتاد، خیلی دنیایشان درست میشد. و ایرم میدانستند که فرعون هم تو وعدهایی که داده میکنه، ولی اگر ما برخلاف فرعون این کار بکنیم، جانم هم در خطره. این سجده غیر از سجده ما که امروز میرم مسجد سجده میکنم، ما ترس ندارم از کسی، میرم سجده میکنم. در یک کشور اسلامی مسجد قانونیه، نماز خواندم قانونیه، من میرم نماز میخوانم، سجده میکنم. سجده ای نه دیگه سجده بود، جانشان در خطر بود. خیلی فرعون برا شفته کرد. آدم بعد اوقات فکر میکنه کاش که ما هم از اونا میبودم و این ثوابی که او روز رسید. اینا نبوت موسی را به این سجده خود خیلی محکم کردن. دنیا داری اسباب، اینا داری اسباب، به می سجده خود مردم به نبوت موسی و هارون و به شریعت موسی و هارون ترغیب کردن. فرعون خیلی خشمگین کردن. برای کی کردن؟ برای خدا، نه برای پول. موسی که پول نداشت که به اینا پول بده.
جان خود به خطر گرفتن برای خدای کار کردن. این سجده اینا چی سجده خوبیه. شاید به اندازه تمام نمازهایی که ما در مدت عمر خود خواندیم او سجده ثواب بیشتر داشت. این آیات قرآن هر کدام از نظر سنگینی و معنا 20 تن سنگینه. هر چی که بگویی باز حق مطلب آدم ادا کرده نمیتوانه. خدا روح اونها را با روح موسی در قیامت مشهور کنه. والحمد لله رب العالمين.